با سلام و هزار درود به بینندگان برنامه مجله اجتماعی اقتصادی، مجله‌ای که در تلاش بازتاب درد و رنج شما هموطنان عزیز باشه. درد و رنجی آمیخته با فریاد و اعتراض و قیام و شورش در مقابل ظلم و جنایت بی انتهای رژیم ضد بشری آخوندی. با همین امید برنامه این هفته رو ابتدا با اخبار شروع می‌کنیم. در ادامه این شماره مجله رو با گزارش کشاورزان اصفهان ایستاده اند. اهواز روی دریای ثروت اما محروم از همه چیز، و سرانجام کارخونه آلومینیوم المهدی تقاطع غارت و دجالیت علیه کارگران رو خدمتون ارائه میکنیم. اول اخبار رو با هم ببینیم. عبور نقدینگی کشور از 1670 هزار میلیارد تومان. خبرگزاری حکومتی خبر آنلاین. بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی تا شهریور ماه سال جاری را 1672 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. جهش قیمت تخم مرغ در مدت یک هفته. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران از افزایش 1000 تومانی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری خبر داد و گفت میانگین قیمت هر کیلوگرم از این کالا در مرغداری به 8500 تومان رسیده است. عرضه مرغ 3000 تومان بالاتر از نرخ مصوب. قیمت مرغ گرم در تهران در 21 آبان 11000 تومان شد که حدود 3000 تومان بالاتر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار است. افزایش 40% قیمت گوشت گاوی. مرکز آمار رژیم شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور در تابستان 1397 به عدد 332.99 رسید که 26.10% نسبت به فصل قبل تورم فصلی و 40.31% نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه افزایش داشته است. زلزله زدگان کرمانشاه پس از یک سال هنوز در چادر هستند. نماینده قصر شیرین در مجلس ارتجاع: به دلیل گرانی مصالح ساختمانی و مسائل دیگر ایجاد شده، برخی از پیمانکاران کار بازسازی را رها کردند. در حالی که به یک سالگی زلزله در استان کرمانشاه نزدیک می‌شویم، همچنان برخی از زلزله زدگان در هوای سرد مجبور به زندگی در چادر و کپر هستند. کشاورزان اصفهان رو به میهن، چنگ در چنگ با ایادی چپاولگر آخوندی بر هر آنچه که رنگ و بویی از زورگویی و چپاول و تزویر و ریا داره پشت کردند. لحظه‌ای درنگ بر خود جایز ندیدند. قریب به یک سال که شعله ایستادگی به هر قیمت رو روز به روز فروزانتر کردند. با درود به کشاورزان اصفهانی، به گزارشی در همین رابطه توجه بفرمایید. کشاورزان اصفهانی در اعتراض به عدم تخصیص آب برای کشت پاییزه در شهرهای مختلف این استان تجمع کردند. آنها گفتند که ممنوعیت کشت و محقق نشدن وعده‌های دولت مبنی بر جبران خسارت‌های مالی ناشی از عدم کشت، معیشت آنان و خانواده‌هایشان را با مشکل روبرو کرده است. حسام نظری، عضو هیئت رئیسه شورای به اصطلاح اسلامی استان اصفهان، به خبرگزاری حکومت ایلنا گفت که با ممنوعیت کشاورزی بسیاری از ساکنان شهرستان قهدریجان بیکار شده و هیچ منبع درآمد دیگری ندارند. کشاورزان زحمتکش در قهدریجان در ادامه اعتراض و اعتصاب روزهای گذشته اعتراض خود را ادامه دادند. آنان خواستار به دست آوردن حقابه قانونیشان هستند. محمد والی مدارو به حقی پنج دقیقه سامش میدم با هر کس خدمت کرد این کشاورزا با حقابه این کشاورزا را پیگیری کرد و کمک کرد که این مردم از این خونده بی نجات بیان هر چی از خدا میخواد بهش بده الهی آمین هر کسی هم خیونت میکنه به این کشاورزا با حقابه ما را داره از آن به نقدرت هر جوری میتونه خیانت بکنه ریشه شب بکن الهی آمین محمد هر کسی که به یا به خاک خدمت بکنه
خدمت بهش بکن، هر کس که ظلم میکنه ریشش بکن. الهی آخه ما چه گناهی کردم که حالا 18 سال از حق آقای ما رو جلوشه گرفتن؟ این وزیر نیرو که الان اومده است اینجا داره چیز میکنه، همین است که زمانی خاتمی آبا بردی است، همین است که برد، حالا دوباره اومده است ببرید دوباره. همین رئیس جمهور از همونه دست میگیره و ما رو در به در کرده. صلوات بفرست. همچنین کشاورزان خراسان به منظور به دست آوردن حقابهشان به تجمع و تحصن ادامه دادند. حسن کامران عضو مجلس ارتجاع گفت وزارت نیرو 20 برابر ظرفیت آب به صنایع فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی فروخته که بیش از 1500 میلیون متر مکعب است. نگرفتن حقابه های شرق اصفهان در حالی منجر به دغدغه عمومی در استان اصفهان شده که به گفته هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی رژیم در این استان، صنعت فولاد، کاشی و سرامیک یزد از حقابه های کشاورزان اصفهان برای خود کسب درآمد می کنند. میگه ما میترسیم حق برابن بده، کاری به کسی نداریم ما، همه اینا آب میخوان، حقو بدارن. چرا این کارا میکنن؟ آب کشته برده رو کوما شهر کرد. چرا این کارا آقا بده؟ این آقا اومده سینجا آب کشته برده رو کوما شهر کرد. آداما تو سه تا استان نابود کرده، آقلاتا تو استان اصفهان نابود کرده، آمده رفته درخت هلو کاشته، هلو برده پای درخت میگنده. آقای محترم، آقای محترم، ما 2300 تا دام داشتیم که شاهین بودن، دامدار بودن، حالا کارشون به ده تا دیگه نیست، همه دام ما را نابود کرد، زمین ما را نابود کرد، حق ما را نابود کرد. آخه ما مسلمانیم، تو که ادعا مسلمانگی میکنی چرا قول میدهی عمل نمیکنی؟ چرا عمل نمیکنی؟ به دادی مردم برن. چند وقت پیش یوسف طباطبایی نژاد نماینده خامنه ای در جمعه بازار اصفهان کشاورزان معترض را فتنه‌گران نامید و بعد اعلام کرد که به کشاورزان حق تظاهرات و اعتراض را نمی دهد. اما کشاورزان اصفهانی نیاز به کسب اجازه از کسی ندارند. مثل همیشه پشت به دشمن و رو به میهن، لحظه‌ای در مطالبه حقوق حقشان درنگ نکرده و نخواهند کرد. تبهکارانی که برای تسهیل و بالا بردن توانایی آدمکشی و اعمال تروریستیشون به آن سوی مرزها از بذل و بخشش نان شب مردم هم دریغ نمی کنند. از قدیم گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. در حالی که رژیم برای بازسازی سوریه میلیون ها دلار ماهانه خرج می کنه، اما بسیاری از مردم محروم ایران با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم میکنن. به گوشه ای از دردهای مردم ستم کشیده شهر اهواز گوش میدیم. رژیم طی 7 سال گذشته نزدیک به 100 میلیارد دلار به سوریه برای حفظ بشار اسد هزینه کرده است. جدا از آن بخش عمده نیازهای غذایی و دارویی این کشور را نیز تامین کرده است. محموله دوم کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه شامل 15 تن تجهیزات پزشکی، دارو و چادر است. نخستین محموله از این کمک‌ها به وزن 15 تن نیز
بامداد پنجشنبه به دمشق رسیده بود. از قدیم گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، در حالی که رژیم برای بازسازی سوریه میلیون‌ها دلار ماهانه خرج می‌کند، اما بسیاری از مردم محروم ایران در بوی تعفن فاضلاب زندگی می‌کنند. ببینید این آب فاضلاب چطوری در جاده اصلی دار میره. حساسیت مکافات ای بوگم گرفتم، به خدا مریض بسم، چشمام باز نمبوه. چند وقتی که این شکلیه؟ از پارسال پریسال اینطوری. فعلا نگاه کنین مغازمون بسته به خاطر همین فاضلاب، مشتری نمیاد. شهردار مراجعه کردیم، پول دفعه آب میدیم، فاضلاب میدیم، پولا مر ولی اصلا فقط میان میگن باشه چش ما پیگیری میکنیم، ولی هیچ رسیدگی نمیشه. اینجا آمری خیابون مهزیاره. یک ماه پیش اومدن این کوچه های آمری رو برای تعویض لوله های فاضلاب کندن، با اینکه تو این کوچه یک مطب دکتر، یک کلینیک بزرگ هست، مدرسه هست. وقتی ماشین رد میشه یا موتوری کسی آبو پخش میکنه، برای همین کثیف میشیم. دو تا بچه دارم، یکی مدرسه ای، یکی یک سال است. هر دفعه میارمش تو خیابون اصلا نفسش میگیره. من بیشتر از بیماره خودم نگران بچه های مدرسه هستم که در دو شیفت اینجا میان، همه ابتدایی هستن و اینا حتما از این مسئله آسیب میبینن، چون ناگزیر بچه ها باید سر کلاس بیان. متاسفانه تنها چیزی که اینجا حاکم نیست به خصوص این منطقه بهداشت. مردم ما به اهواز نام قلب ایران دادن. میدان نفتی اهواز بزرگترین میدان نفتی ایران است. این میدان در سال 1337 با حفر چاه شماره 6 اهواز کشف شد. در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام میدان اهواز به طور میانگین معادل 800 هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز آن بیش از 13 میلیون متر مکعب در روز می باشد. حجم ذخیره در چای نفت خام این میدان بیش از 65 میلیارد بشکه برآورد می شود که به طور میانگین در حدود 37 میلیارد بشکه از آن قابل برداشت می باشد. اما غارتگران و چپاولگران حاکم بر میهن بلازده ما به جز ریزگرد و خشکاندن هورها، خشکاندن آب کارون و سرکوب عشایر عرب اهوازی برای مردم محروم اهواز ارمغان دیگری نداشتند. طاعون دزدی و چپاول رژیم پوسیده آخوندی همه ی وجود کشورمون رو فرا گرفته. تمام اموال و سرمایه‌هاش رو بین ایادی غارتگر و دزدش مثل گوشت قربونی تقسیم میکنه. یک قلم کارخونه آلومینیومی که در سطح خاورمیانه شناخته شده است رو با 1500 میلیارد تومان زیر قیمت تحت عنوان بخش خصوصی به ایادی خودش به سمن بخص واگذار کرده، به نحوی که مقدار شمش آلومینیوم موجود در کارخونه بیش از قیمت خود کارخونه بوده. بهتره که به سراغ کارگران این کارخونه بریم و حقیقت داستان رو از زبان اونا بشنویم. کارخانه آلومینیوم المهدی یکی از بزرگترین کارخانه های شمش ایران محسوب می شود که نزدیک به 2400 کارگر دارد. در سال 92 دولت آخوند روحانی به بهانه زیانده بودن این کارخانه آن را به مافیای حکومت آخوندی که از عوامل استانداری و امام جمعه رژیم در هرمزگان است به اسم بخش خصوصی می فروشد و این مدیریت غارتگر در اولین اقدام 600 نفر از کارگران این کارخانه را در لیست اخراج خود قرار می‌دهد. در 13 آبان نماینده بندر عباس در مجلس آخوندی گفت که بخش خصوصی می‌خواهد با اخراج کارگران باجگیری کند. کارگران که حقشان ضایع شده بود سعی می‌کنند که صدایشان را به مسئولان شهر برسانند. در همین رابطه ابتدا در تجمعی در حضور نماینده مجلس آخوندی می‌گویند حداقل 1000 نفر حادثه شدید دیدن، 1000 نفر، حداقل 1000 نفر، یعنی بالغ بر 1000 نفر، چون من واحد ایمنی هستم میدونم و آمار تو دستمه، حداقل 1000 نفر در واقع از کار افتاده ما داریم. من 18 سال 19 سال 20 سال به اضافه سابقه قبلیم کار کردم برای اینکه الان یک بخور نمیری به نام بازنشستگی دریافت بکنم. تا
تمام انرژیمو گذاشتم. من خودم 13% سطح بدنم سوخت. کجای پات سوخته؟ کلا پای چپم تا زانو رفته این مواد مضاد. همه استخون، دما، من خودم دستم شکستم، بینیم شکست. نگاه کن 70-80% بچه‌ها آسیب دیده هستن. منتها حالا بدنشون ظاهری نشون نمیده. یکی دیگر از کسانی که کارگران به شدت از او نفرت دارند، امام جمعه جنایتکار بندرعباس است که همدست باند غارتگر شرکت المهدی است. کارگران با حضور در نماز جمعه به محض اینکه آخوند حکومتی گفت که قضیه کارخانه المهدی و اینکه حق با هر کس است به من ربطی ندارد، کارگران با ترک نماز جمعه مشت محکمی به دهن او می‌زنند. من تو سمیم خیلی خوش آفردین آمین که شکی برید به سلامت میگی محبت فرمیدید دیگه در نمای شده جایی این کارم به سلامت هر کنم نماز ما جایی سبسیده ها قرار نمید. کارگران با نفرت زیاد نمایش جمعه را ترک کردند و مجدداً در جلوی استانداری دست به اعتراض میزنند. آقا معیار بچه ارشدمه، کلن خرج ما رو دوش آقا معیاره. والا اون زمانی که رست سر کار خیلی خوشحال بودم. یعنی هر مادری آرزوشه که بچهش بری سر کار، خیلی خوشحال بودم. زمانی که بیکار بودن خیلی ناراحت. یعنی نه تنها نه کل مادری که بچه هاشو اخراجه بودن ناراحتم. دیگه من باید در ماه دو دفعه من باید برم به دکتر قبل باز انجامم داده. این همه هزینه شواته. اگه ای بیکار بشه بیشتر زجر که کشه ما کشیم. من 6 سال اینجا دارم کار میکنم. خب 30 سالم سنمه. بعد 6 سالم من کجا برم سر کار؟ اخراج شدی حالا؟ اخراج شد. میگه تولید ندارم من خودم با اونان رانده جرثقیل سقفی اونجا داشتم دارم ذوب میریزم. من 6 سال دارم ذوب میریزم. تولیدش بگم 4 برابر شده، 5 برابر شده. قرار شد ما یه ما بریم کار کنیم. تولید اگه رفت بالا قرارداد ما رو تمدید کنن. تولید از اون چیزی که بود بالاتر رفت، اما چی شد؟ همه رو اخراج کردن. پشتش به جای بالا بالا گره ما میتونیم چیکار کنیم؟ 4 تا کارگره همه رو اخراج میکنه. همون روزی که آقای رئیس جمهور تشریف آوردن استان کرمان، مرکز استان ایشون رو 100 تا نیرو اخراج کرده. اگه پشتش گرم نیست خیلی زمان هیچ کاری نمیکرد. میگه آقا من پشتم به کوه، هیچ کسی هم هیچ کاری نمیتونه کنه. خریدار آلومینیوم اولین بار با خرید زمین مصلا در بندرعباس دست به ساخت مجتمعی تجاری در کنار مصلا زده بود. خریدار همچنین رابطه خوبی با سیستم استانداری در استان هرمزگان داشت. ما میریم پیش استاندار، استاندار جایی که بیاد ما رو ببره، من که نماینده کارگرم، ببره تو جلسه. آقای علی محمدی 8 صبح میره جلسه تو دفتر استاندار، خودم اونجا بودم. 8 صبح میره تو جلسه، ما که نماینده کارگر بودیم 4 نفر تا ساعت 12 ظهر دم دفتر استاندار نشستیم که ما رو راه بدن، راهمون ندادن. آقای علی محمدی رو اسکورت کردن تا یه اتاق دیگه، ما رو بردن طبقه پایین دفتر استاندار. هم نه، تا امروز که داریم با هم صحبت کنیم من استاندار این شهر رو ندیدم. پدرم قبلا نیروی انسانی می شرکت بوده، بعد از 10-15 سال کار خلاصه به خاطر این اعتصابای می شرکت دوره یک تازه علی محمدی شرکت رو چیز کرده بود، تحویل گرفته بود، یعنی به حساب حقوق نمی دادن، اعتصاب بود و فلان و بهمان. به خاطر همین خودکشی کرد. خاطری که به خاطر اخراج شدنش؟ نه اخراج شدنش، مشکلات مالی، حقوق نمی دادن، 9 ماه 1 سال حقوق نمی دادن. این همه دستباز در اخراج و قلع و غم کارگران البته یک دلیل بیشتر ندارد و آن این است که این شرکت را برای دست داشتن در چپاول کارگران به یکی از مافیای حکومتی به قیمت بسیار ارزان فروخت. یک فعال کارگری مجتمع آلومینیوم المهدی با افشای پشت پرده واگذاری آن گفت ظرفیت تولید آلومینیوم المهدی و هرمز ال 257,000 تن است. کمترین نرخ سرمایه گذاری هر تن آلومینیوم 4000 دلار و هر دلار 3000 تومان می باشد. حداقل قیمت 3100 میلیارد تومان است، نه 800 میلیارد تومان که فروختند. به پایان برنامه این شماره مجله اجتماعی اقتصادی رسیدیم. اما اونچه که در حاکمیت آخوندهای جنایتکار به پایان نرسیده، فقر و فلاکت مردمه
که زیر بار این فشار کمرشون خم شده. ولی اونچه که همه چیز رو به پایان خواهد رسوند ایستادگی و مقاومت شماست و همین هم شایسته و بایسته نام ایرانی و ایران زمینه. عزیزان، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. تا شماره دیگه از مجله، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. موفق و پیروز باشید.